سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده در بیانیه ای از دالایی لاما پدر روحانی بودایی های جهان خواست تا با میانجیگری خود کشتار مسلمانان روهینگیا در کشور میانمار را متوقف کند. در بیانیه این سازمان که نسخه از آن برای شعه ویوز ارسال شده آمده است، علا رقم درخواست های بین المللی به منظور توقف کشتار همگانی مسلمانان، همچنان شاهد افزایش خشونت های افراطی های در کشور میانمار هستیم که جان هزاران تن از غیر نظامیان مسلمان خصوصا کودکان و زنان و کوهنسالان را گرفته است. مسلمان آزاده افزود متاسفانه مسلمانان روهینگیا به صورت برنامه ریزی شده هدف خشونت های گوناگون قرار می گیرن و متحمل خسارت های جانی و مالی گسترده می و این در حالی است که حکومت میانمار فقط نقش یک نظارگر و یا در برخی موارد نقش یک حامی تروریسم را ایفا می کند و این امر بحران انسانی در میانمار را گسترده تر می کند در ادامه بیانیه سازمان جهانی نفی خشونت آمده است مدارک و اسنادی مختلف در دست می باشد که همگی ها که از اقدامات غیر انسانی بودایی های افراتی علیه مسلمانان روهینگیایی است این مداره که به روشنی نشان می دهد که بودایی ها با روش مانند زنده به گور کردن و آتش زدن و یا هدف گلوله قرار دادن مسلمانان را به قط می رسانن. همچنین این افراتی ها خانه های مسلمانان ها را آتش می و آنان را آواره می کنند. مسلمان آزاده در ادامه افزود ما از دالایی لاما پدر روحانی تمام ملت های بودایی جهان می خواهیم این اقدامات خشونت را نادیده نگیرد و از نفوذ خود برای توقف این اعمال خشونت در حق مسلمانان روهینگیا و بازگرداندن امنیت به آنان استفاده کند. این سازمان حقوق بشری در پایان بیانیه خود با اشاره به جنایت های روا داشته شده بر مسلمانان روهینگیا در کشور میانمار افزود، این اعمال غیر انسانی که بودایان یعنی افراطی با هدف نسل کشی مسلمانان به آن دست میزنند مغایر با تمام قوانین بین المللی و ادیان آسمانی است و باید طرفهای مربوط مسائل این چنینی را با گفتگو رایزنی و احترام متقابل حل و فصل کنند تا شاهد شکوفایی و پیشرفت در تمام عرصه ها برای کشور میانمار باشیم